قادریس بزرگوار ایسه چهره از آدرس هنر بیرون از وطن دنبال چی هستن؟ اینا کنسرت هایی را می داشته باشن که با کلتور و عنانات مردم ما هیچگاه همخوانی نداره. نظرتان در این مورد بزرگوار. درود درود بر شما و بیننده های عزیز شما جناب استاد شیوا و خانم عزیزه. ببینین عزیزان، ما بارها البته خوب یک برنامه بسیار خوب رو انتخاب کردین که باید روی همیشه باید سخن گفت تا اصلاحات در شرایط کنونی جامعه ما بیاید. ببینین ما همیشه باید این فکر کنیم که ما در چی یک شرایط فعلا قرار داریم و کشور ما، مردم ما چی بخواهیم و چی نخواهیم یک وصلت با مسائل سیاسی افغانستان داریم. حالا اگر کسی میگه نه من سیاسی نیستم، این فریب میده مردم هم. همین که یک نفر کمک میکنه برای یک یتیم کنونی افغانستان، برای یک اعضای فامیل خود، برای یک دوست خود یا به هر شکل، همین هم سیاسی حساب میشه. به خاطر که اگر ما ببینیم مثلا پاکستان، هندوستان، مثلا کشورهای دیگه مثل ایران، هزاران تا همین مشکلات یتیم و فقر و بدبختی اقتصادی را دارن، مگر همچون کار را نمی کنن، چون مشکل سیاسی از اونا فرق میکنه با ما. یا علاوه خود پاکستان مشکل نداره ولی فقر داره، ولی ما وقتی که کمک میکنیم بر اساس موضوعات سیاسی خود، اتفاقاتی که در جامعه ما رخ میده، ظلم و ظالم طالب و بعضی از دوره های گذشته را، ما احساس میکنیم که ما یک مسئولیت داریم و باید یک کمک کنیم. این همین خودش سیاسی میشه. حالا برمیگردیم این موضوع بسیار زیبا و عالی را که شما انتخاب کردین، موضوع هنرمندا هست. در قدم اول خب باید گفت که این نوع هنرمند ها، البته من بسیار عفو میخواهم که کلمه هنرمند استفاده کردم، هنرجو بگویم و آوازخوان و هنرجو، چرا هنرمند باید یک خلاقیتی داشته باشه، یک اثری از خود باقی بگذاره و برای آقای قادری گرامی هنرمند نه هنروند یا وند هنرم میگیرم. خب ما هنرجو هم که شد بازم در دنبال هنر میباشه، ولی اینا هنروند هستن. درست درست. خب به هر صورت مسئله اینجا است که یاسمان اولترا لایت بسیار میشه. مسئله اینجا هست که اینها از موضوعات سیاسی افغانستان یک استفاده بسیار بزرگ را میکنن برای منافع شخصی خود و برای تجارت خود، وزیر نام زن و بیوه افغانستان و یتیم افغانستان، اینا هی کار میکنن که من مخالف از این هستم. اینا میتونن عروسی برن، میتونن شوشش برن، میرن ختنه سوری برن، این مسائلشون کار نداره. می هر نوع لباسی را میپوشن بپوشن، چون در گذشته ها هنرمندان ما لباسای خوب میپوشیدن، ولی نه به این اندازه. مثلا خانم پرستور ما ببینیم، خانم گلشن بود، بغزمی نبود، مثلا خانم پریسای مرسل بود، هزارا خواننده است، هزارا گفته نمیتونم، چندین خواننده زنک بود، استاد مهباش بود، یک لباس های منظمی را در رادیو و تلویزیون در کنسرت هایش ناهید بود، ولی به این سطح نبودن. به هر صورت چون در این شرایط کنونی اینا میان برای زن افغانستان، زن افغانستان در یک شرایط دیگه قرار داره که این نوع لباس پوشیدن ها، این نوع مخارج بیجا برای لباس و برای دسکول و برای آرایش، برای لب پنداندن و کوما پنداندن و بعض وجود ساختگی، اونا به این چیزا نیاز ندارن جناب فروتن عزیز. به او خاطر اینها باید عد اندازه خودم بفهمن و مردمایی که اینا را حمایت میکنن، اونا هم جز همین خیانت هستن، اونا هم که از اینا حمایت میکنن مسئول هستن در مقابل زن بیوه و یتیم افغانستان که پولای خود به اینا میتن. این یک مسئله. دوم مسئله دیگه که اگر ما امروز در دنیای قرار داریم که بقیه هنرمندان کشورهای جهان میبینیم، مثلا شما بین شیفته فراهانی رو ببینید که چند زبان بلد است، هنر سینما خوانده، فرانسوی بلد است، نوازنده هست، خواننده هست و یک مبارز برای حقوق زن در کشورش هست. سخنان از دور بشیم. یا مثلا هنرمندان فهم دانش هندوستان هم میبینیم، مثل مدوری و مثل رشوری رای و مثل صدها هنرمند دیگه از اینا که اینها کلاسیک میفهمن، رقص خواندن، رقص غربی خواندن، تفاوت موسیقی ها رو میفهمن، چندین زبان هم میفهمن. بعد از او اینا چی راه های را پیمودن تا که در اونجا قبول شدن. شما میبینین در همین
ایندین آیدال یا هنرمندان آمریکایی را خب و اروپایی را خب میگذاریم کنار که جنیفر لوپس و بقیه و سلندیا و بقیه از اینا با کدام سطح هستن، لباس از اینا، هندام از اینا، گپ از اینا، سخن از اینا، فهم و دانش از اینا در کدام سطح هستن. حالا ما میاییم خود میخواییم که به اینها برابر بسازیم و یک نسل جوان ما را که بیچاره گناهشان هم نیست، چیزی در وجودشان در برشان دادم نشده، فقط چون که به منوان از این که به همزبانشان هست میرن در برنامه از اینا یک رقص و پخص میکنن که حق مسلمشان هست که برن خوشی کنن یک جای، چون جای دیگر نمیفهمن. اگر دختر بچه افغانستانی که تازه میایه ای خود به کنسرت خارجی را چیزی را نمیفهمه، ای خود آهنگ جنیفر لوپز را نمیفهمه، ای خود حتی زبانم و هندی را نمیفهمه، خب مجبور از دمی یک ذره ساعت خود را تیر کنه، دوستاش میرن، رفیقاش میرن. ولی این طبقه که برای شما گفتم که میاین تجارت میکنن، اینها باید کوبیده شوه، اینها باید سر جایشون نشانده شوه، اینها مسئول هستن. شما ببینین مثلا یک شعر یکی برش میته میره میخونه که من دختر سمنگان نیستم، من دختر بدخشان نیستم، من دختر بلخ نیستم، من دختر اوانم. خب در شرایط کنونی جناب استاد چیوا شما رو تحلیل کنین، در شرایط کنونی که ما یک مشکل بسیار عظیم سیاسی با طالبان داریم، خب این مستقیما حمایت از طالب میکنه، مستقیما از افغان ملت میکنه، مستقیما از بند امین میکنه، مستقیما از همه زیر نام دین گلبدین حکمتیار میکنه. خب آیا مردم ما مسئولیت ندارن که در مقابل از ایستاد شون؟ آیا مردم ما خواب هستن؟ معنی و مفهوم از این نمیفهمن؟ افغانستان در فکر ازی است که تجزیه شوه، افغانستان در فکر ازی است که حکومت فدرالیسم به وجود بیاید، افغانستان در فکر ازیم هست که دیگه کسی در حریم فرهنگیشان شکایت نکنه. ولی یک دختر میایه از هرات، شاید از پشتونهای هرات باشه، پدر ازی را ما یکی دو دفعه ملاقات کردیم در کابل و مادر ازی هم خب روابط شاید چندان با پدر و مادر نداشته باشه، هم دختر به اصطلاح از یک سن بسیار نوجوانی شاید زیر سایه پدر نبوده باشه، صرف به خاطر که یک زیبایی داره آمده در برنامه های کابل، خواه زمین را پیلسازی و پیلسازی، نه موسیقی خواندن، نه درس خواندن، نه میفهمن، نه کلاسیک میفهمن، نه غزل میفهمن، نه شعر میفهمن، نه ادبیات فارسی میفهمن. اینها میاین و نمایندگی از مردم ما و از هنر ما، از معنویت ما، اینها استفاده میکنن، تجارت میکنن، پول میسازن و مردم فریب میتن. ما با صحبت میکنم از دیگه عزیزان. سپاس جناب قادری سید بزرگوار. استاد شیوه بزرگوار از شما میشنویم در مورد ایسه چهری که یکی آریانا سعید، دیگه جمال زاده و فرهاد جویچه، در مورد از اینا دیدگاه شما چی است بزرگوار؟ به نام نوازنده آهنگ هستی عرض سلام دارم خدمت شخص خودت آقای فروتن گرامی، آقای قادری عزیز، همچنان بانوی مبارز ما بانو عزیزه خراسانی و دوستایی که در پای لایف حضور دارن. ببینین وقتی که ما عنوانی را که خوب میخوانیم در پشت خودت که هنرمند یا هنروند سوالی است، یقینا در اینجا خیلی سوالات در ذهن آدم خطور میکنه که هنرمند برای کیا گفته میتونیم، هنروند برای کیا گفته میتونیم، کیایی هستن که اصلا از هنر استفاده درست میکنن و کیایی هستن که از هنر استفاده سوء میکنن و با نمایش دادن جسم و اعضای بدن خودشان و با ارائه پارچه های گفته انگلیس ها جرف و خیلی کثیف، اصلا اینا ماهیت هنر، اهمیت هنر، ارزش هنر، بخصوص هنر موسیقی را که وقتی هنر میگیم همین شهر را که اینا مرتبط به مو هستن، هنر موسیقی، اینا بدنام میسازن، اینا تیکدارای اصلا فردی هستن در ایسه هنر موسیقی که وقت
میبیند دروازه های رسانه های درون کشور و برنامه ها و کنسرت های درون کشور در رخشان بسته شد، اینا در بیرون بازاریابی میکنن برای خود، شهر به شهر میگردن و با پوشیدن لباس های لخت و نیمه برهنه و با نمایش دادن پستی ها و بلندی های بدنشان که اکثریتشان مصنوی است، اینا میخواهند که برای خودشان خریدار آنچنانی پیدا کنند تا از امون طریق قمرار معیشیت کنند. ببینید هنر وقت بدنام میشه که ما مثلا یک کسی که معتقد به عقاید اسلامی است میگه موسیقی حرام است، در حالی که موسیقی حرام نیست. موسیقی یک ساوند است، اونمو ساوندی که از کیبورد میبرایه هم ساوند است، اونمو ساوندی که از ضرب میبرایه هم ساوند است، و اونمو ساوندی که از گلوی یک قاری قرآن میبرایه هم ساوند است. ساوند آرام نیست. با اونمو ساوند میتونی که آواز بخوانی، با اونمو ساوند میتونی که قرآن تلاوت کنی، با اونمو ساوند میتونی که دشنام بیتی یا نیایش کنی. ولی در اینجا اصلا حرام کی می سازه او را؟ حرام کسی می سازه که پای موسیقی را به طرف پای کوبی و به طرف مجالس تو بی خودی می کشانه. بی خودی هدف مزیز که با نوشیدن آبهای تلخ و تند و با پای کوبی و با رقصاندن زن و مرد موسیقی را حرام می سازن. وگرنه موسیقی، وقتی که ما میگیم موسیقی، یعنی ما میبینیم که موسیقی طور مثال تصوفی را، موسیقی عرفانی را، موسیقی های آرام را. یک موسیقی، یک پارچه موسیقی میتونه که یک آدم روانش را دگرگون بسازه، چون اونمو ساوند است، با بدن تو پیوند عمیق داره. وقتی که یک دکتر، یک پزشک میخواد وضعیت بدن یک مریض ارزیابی کنه، معاینه را در روی سینه امو مریض میگذاره، اونمو ضربان قلب، ساوند قلبش در گوش دکتر امو وضعیت امو مریض میگه که همین جور است یا ناجور. و اونمو ساوند که تا این حد با بدن انسان پیوند عمیق داره چطور میتونه حرام باشه؟ تنها او را حرام کسایی میسازه که حرامزاده هایی هستن که با ارائه موسیقی های جلف، یعنی در کل در خور مردم یک چیز ناپاک میتن و او را به معنی حرام مردم میپنداره. در غیر صورت موسیقی نمیتونه. حالا ببین وقتی که مثال چی میگه شاعر معروف امیر خسرو دهلوی بزرگ، میگه مرا تا همدم آن راز کردند، به گوش من ز غیب آواز کردند، نفس در قالب آدم نمیرفت، درون سینه او ساز کردند. وقتی که تا حد پیوند موسیقی با بدن انسان، با هستی انسان، با حیات انسان گره خورده است که درون سینه انسان ساز میکنند تا نفس از مستی از او، از امو شور از او در آید درون قفس سینه انسان، دیگه نمیشه که او را آدم حرام بپنداره. به می شکل امیر چی امیر خسرو دهلوی میگه آن روز که روح پاک آدم به بدن، گفتند درا نمی شد از ترس بتن، خواندند ملائکان به لحن داوود، در تن در تن درا درا در تن در تن. یعنی پیوند عمیق موسیقی با روح آدمی از ازل، از الست و برب بکم به گونه عمیق بوده که نمیتونه آدم منکر موسیقی شود.
ولی موسیقی را گفتم کی حرام می سازه در خور مردم می ته؟ اینمی کسایی که حرامزاده ها هستند و اینا میرن با نمایش بدن خود با پوشیدن لباس های نیمه لخت و نیمه برهنه خود اینا در خور مردم موسیقی را بد معرفی میکنن و کثیف میسازن. یعنی ما وقتی که من اگر از یک عینک دیگی ببینم همین موضوع را و همون موردی را که پیشتر آقای قادری گرامی یاد کرد، موضوع همین آهنگی را که شعرش هر کسی که داده برای مجده جمالزاده، خب من هم میفهمم که کاری کی است، ولی هر کسی که است ببینین، ما امروز در یک سنگر مبارزه میکنیم به نام ای که ما افغان نیستیم، یعنی ما هم افغان نیستیم. وقتی که زیر اینمی شعار و زیر اینمی لوا و پرچم ما در راستای هویتگرایی خود ما مبارزه میکنیم، ای اصلا تهمت بر ماست، بر تمام سایر اقوام غیر افغان او سرزمین است که یک آوازخوان روسپی بیاید در سر استیج بگوید که من نه از بلخ هستم و نه از بدخشان هستم و نه از هرات هستم، من دختر افغان هستم، در حالی که خودش از خود خودشناسی نداره و اگر بگویی که پدرت افغان است، مادرت افغان است، میگه نه. وقتی که تو پدر و مادرت افغان نیست، تو چی گفته میایی میگه من افغان هستم، دختر افغان هستم، و باز که تو دختر افغان هستی تو اصلا چی گفته اینمی هویت کذب بر دیگرا برچسب میزنی و میگی که من دختر افغان هستم. یا همی ببینین آوازخوان بلندگوی از صدای یک ملت میتونه باشه، آوازخوان بلندگوی صدای یک دولت میتونه باشه، آوازخوان بلندگوی صدای یک جغرافیا و سرزمین میتونه بوده باشه. وقتی که تو میای به عنوان یک آوازخوان میگی ما از اونجا نیستیم، از اونجا نیستیم، ما دختر افغان هستیم، تو به نمایندگی از تمام دخترای سرزمین دیگه پا میزنی. این حق تو نیست، به خاطر حق تو نیست که تو در کشور زندگی میکنی که کثیر الملیت است و ملیت های ساکن او سرزمین همشان ای هویت کذب و بدنام قبول ندارن. وقتی قبول ندارن تو حق نداری که بیایی بگویی که همگی اینی چیز است، ما نیستیم. و خودت که وقتی اگر هر رقم تن فروشی و وطن فروشی میکنی، نگذار که دیگرا هم در گند تو پایشان بلخشه یا آلوده شوه. دیگرا از خود استقامت فکری دارن، دیگرا عزم متین دارن، دیگرا اصلا این شعار کثیفی را که تو میتی که ما دختر افغان هستم، ما دختر افغان هستیم، این دیگرا قبول ندارن. دیگر ما همیشه در اینمی راستایی که مبارزه کردیم برای توی حق نمیتیم، به هر عد و هر عنوانی که باشی، ولو آوازخوان باشی، ولو تو یک سیاستگر باشی، ولو هر کسی که باشی، اگر بگویم که موسیقی یا هنر جدا از سیاست است، کاملا غلط است، اشتباه است. اگر چنین است چی حق داره که طور مثال احمد ظاهر بخوانه که مبارک مبارک جمهوری جمهوری ما مبارک؟ یک شعار سیاسی است، یک ایده عظیمه که در او کشور خلاف جمهوریت بودن اونا محکوم میکنن نگه پن. که تو چی گفته؟ تو یک هنرمند هستی، یک آوازخوان هستی، تو میایی صدا میکنی که مبارک مبارک جمهوری ما مبارک جمهوریت داود خانه. پس هنر با سیاست عمیق هم خلط است، جدا نیست. نمیتونیم ما بگوییم که هنر جدا از سیاست است، ولی شمایی که ناآگاهانه احمقانه
یک شعر از یک شاعر افغان میگیرن و او قصدن میگه من از بدخشان نیستم، از هرات نیستم، از کابل نیستم، سه ولایت تاجیک نشینم و صدا میکنه که من اگر دختر افغان هستم، دختر افغان، فرهنگ دختر افغان میفهمی چی است؟ او چیزایی را که تو به عنوان صفات یک دختر افغان معرفی کردی که در دامنم گل و چی، در دامن دختر افغان سرگین است، پشکل است، گل نیست. تو آنچه را که میگی دروغ میگی و یه آهنگ را هم که ارائه کردی برای مردم اصلا یک حماقت بیش نبوده که تو مرتکب شدی. من زیاد حرف زدم، ببخشید. سپاس جناب استاد شیوای بزرگوار، به شما برمیگردیم. سلام مجدد بانو عزیز انوری، از شما میشنویم. آریانا سعید و مجده جمالزاده، فراد جویچه زیر نام هنرمند دنبال چی هستن بانوی بزرگوار؟ مایکتون باز کنین، بفرمایید. سلام خدمت دکتر فرید و استاد شیوا و جناب بنیانگذار تلویزیون خراسان، که امیدوار هستم به زودی ما برنامه هایشان ببینیم و خودم هم یکی از همکارایشان شوم در این بخش. من جناب فروتن خدمتتون کم مختصر درباره از اینکه اول استاد شیوا، بله ای که میگن موسیقی یک چیز مقدس است، اصلا زندگی، دنیا، جهان هم یا هم پرنده بالای سرم میخوانه، با ریتم و آهنگ خلق شده. همین قرمی که ما میمانیم یک دو سه خودش یک ریتم است. ولی متاسفانه چیزی که بازم به ادامه صحبت استاد شیوا، که بسیار از موسیقی در افغانستان بیشتر از جنبای منفیش استفاده شده و به منافع شخصی خودش. هیچ کس در افغانستان، تقریبا ما کسی را ندیدم که ارزش واقعی هنر را فهمیده باشه و از او استفاده کرده باشه. مثلا من واقعا درباره جمالزاده زیاد گفتنی ندارم، به خاطر که یک آهنگ دیگه هم خوانده بودن دختره افغان، حتی او را در کاخ اوباما خواند، ملک دلیرانم. ولی خب اینا، من تا جایی که از نزدیکم با اینا آشنایی دارم، اینا در خارج کلان شدن و هیچ درباره سیاست افغانستان اینا به او صورت آگاهی ندارن. شاید اینا را یک سیستم والی، یک کسی پول کلان داده که توی نمی آهنگ بخونی، یا گفته چرا نه با او آهنگ. یعنی فکر نمی کنم، اینا بسیار بی اطلاع هستن از وضعیت افغانستان. اما درباره آریانا سعید و اینا، واقعا یعنی سیاست مدارانه کار میکنه. یکی از سیاست های آریانا سعید است که هیچ وقت هویت خود آشکار نمیکنه در مو برنامه تلویزیون در مطرح در افغانستان. اینا هر دفعه که دعوت میشدن، مثلا دیگه هنرمندار رو میگفتیم از کجاستین، اونا خیلی واضح خود معرفی میکردن، ولی اینا هرچی میگفتیم میگفت ترجمه‌تون نگویم. خب به خاطر که سعید، یکی میگفت سعید است، یکی میگفت تاجیک است، به هر صورت که اینا از اقوام نزدیک سیاف هستن. به خاطر بعضی ها میگه اینا نمیتونن هویتشم مستقیم افشا کنه که از پیش سیاف زنده نمیمونه، چون میگه سیافی را میشناسه که از قوم نزدیکش است و همونتو یک برادرزاده خونخوار که اونا دارن، میگه از ترس اونا نمیتونه. خب به هر صورت، ولی قدر سیاست مدارانه امو سیاست افغان والی خود پیاده میکنه، ولی کس نمیفهمه. مثلا حتی من از یکی دختر کاکای از یکی از دوستای من پرسان کردم که چرا این 10 سال، نزدیک 11 سال میشه با حسیب نام زده است و ای عروسی نمیکنه. گفت ای اگر با حسیب عروسی کنه، گفت ای را میکشن. گفتم چرا؟ گفت چون حسیب یک تاجیک است، ای یک پشتون.
گفتی میتونه با اصیب عروسی کنه؟ از امو خاطر با نام نامزاد که تازو هست. و موضوع دیگه من یک ویدیو آریانا سعید دیدم که با دیو پتن شانه به شانه، اگر خواستین من در لپتاپ پورا براتان کمرم میمانم، چنان با دیو پتن و لبخند در تبریکی امو تیم کرکت اینا رفته بودن، اونجا دیگه واقعا من از اینا متنفر شدم، به خاطر از این که اینا دم از آزادی زنان میره. به گفته استاد شیوا ما با هنرمند کار نداریم، ما با یا خودتان فرمودین در صحبتهای اولتان که ما با هنرمند کار نداریم، اینا به نام هنرمند میره سفیر صلح، صدای زن، در هر جای میره به نام حمایت از زن دلار در جیب خود میندازه و عملیات های چند میلیون پیسه ای دلار، حالا هر چی جراحی پلاستیک میکنه خود از پول از این که من ولی حمایت از زنا میکنم. اما تویی که میدانی که تیم کرکت ارتباط مستقیم با حقانی عکسایش برآمده داره، تو چطور میری با تبریکی با دیو پتن جوره؟ از این طرف میگه هویت برای من مهم نیست، قوم برای من مهم نیست. خب ای به این موضوع یک موضوع دیگه جناب فروتن که در اوایل اگر متوجه باشین این طرف ولایت ها یکی پس از دیگری سقوط میکرد و آریانا در تلویزیون ظاهر میشد، میگفت که ما اینجا برند لباس آریانا را ایجاد کردیم. حتی خبرنگار ازش پرسید، گفت ولایت ها یکی پس از یکی دیگر سقوط میکنه، تو آیا نمیترسی؟ یک هنرمند هم هستی. گفت نه من نمیترسم، به خاطر اینکه گفت این گپا پروپاگان است، این گپا دروغ است، طالب هیچ وقت نمیتونه بیای کابل بگیره، در حالی که عادی ترین مردم افغانستان میگفت به زودی طالب میآید. اما این چطور خبر نداشت؟ خبر داشت، مردم فریب میداد و تا روزی که طالب آمد این در افغانستان بود. از کجا معلوم میره اشرف غنی وعده نداده بود که بیا اینجا طالب نکتایی دار میاد، ما بسیار کارا با تو داریم. چطور در روز که طالب آمدی با چادری گریخ؟ یعنی سیاست های اینا به کار میبره که، و از همه مهمتر برای ما چیز جناب فروتن که متاسفانه همی زنایی که در رسانه حاضر میشن تا رقص میکنن، خواندن میکنن، دخترای رقاصه را میارن دور برشان رقص میکنه، او آزادی را به خود میپسندن. یک روز اینا در میدیا حاضر نشدن که بگوین لطفا زنای افغانستان اجازه تحصیل بدین. از بزرگای ما مثل استاد پرستو و بزرگای ما تا این کوچیکایی که شهرت کاذب کشیدن و با همو چهره و با همو اندام خود مردم جذب کردن، نکدام صدا نکدام ایک، ولی یکی اینا اونمو آزادی 100% را که بر خود دارن، ولی هیچ وقت امو آزادی 10% که یک تحصیل و کار بر زنا بود، یکی اینا با صدای زن افغانستان نشدن. ما زنای پشتون زیادی داریم که آمدن در رسانه ها صدای طالب شدن، حمایت از اونمو ظلم و ستم طالب کردن، اما ما یک زن فارسی زبان یا پشتونی را ندیدم که صدای مظلوم زن شود. امروز تنها ترین، بیکسترین، محرومترین، بیچاره ترین قشر جامعه زنای افغانستان است که هیچ جامی نداره. تشکر از شما. سلامت باشی بانانواری. آقای قادری بزرگوار، امی مجد جمالزاده وقتی میاید آهنگی از ای که از یک جای تاریخی که در شاهنامه فردوسی سمنگان زیاد برجسته است که تأمین از اونجا است، آقای غنی به خاطر که مردم سمنگان را اغوا کرده باشه در مورد تأمین حرفی زد، در سمنگان رفت، او جرا نام میگیره و بعد میگه که از ایجا نیستم، از اوجا نیستم، من دختر اوغان هستم.
هدف پیام یعنی چی است؟ مجد جمالزاده چی پیامی را میخواه برای مردم خودش داشته باشه؟ و او را هم از آدرس هنر مایک تو نباز کنین بزرگوار. جناب فروتن عزیز، داستان اینجا است که اولا که یک توهین بسیار بزرگه برای دختر خانم ها بانوان ولایتی دیگر ای خانم کرده. همین که بگم من دختر بدخشان نیستم و من دختر سمنگان نیستم، من دختر بلخ نیستم، این خود از این یک توهین بسیار بزرگ هست. ما امروز مخفی بدخشی را داریم از ولایت بدخشان، ما تخت رستم در سمنگان تهمینه را داریم از سمنگان، ولی تو میایی یک توهین میکنی، یعنی توهین است. البته تا جایی که من عدس میزنم پدر جمالزاده است، در هرات بزرگ شده، شاید این شعر برای شو درست کرده باشه، ولی شعر توهین آمیز هست که بعد از نظر سیاسی هم میخواید که کل را باز دوباره زیر یک چتر افغانیزم بیارن. این یک جنایت و یک خیانت کرده. ببینین، برمیگردیم به یک سخن دیگه. البته من در همین برنامه های هزینا رو در چندین سال من تعقیب کردم. مثلا آقای دریا او روز یک مصاحبه کرده، یک گفتگو کرده که من با مادر کسهای دیگر کارهایی کردن که من نتوانستم با فامیل آسی نزدیکی کنم. فامیل آسی از تو چی میخواستن که تو با اونا نزدیکی کنی؟ تو نخواستی نزدیکی کنی. به خاطر چی؟ به خاطر که اونا احتیاج اقتصادی داشتن و تو نمیخواستی که اونا رو کمک کنی. ولو که امیال برای ما بعض کسا دست اندازی کرده که به فلانی به فلانی کمک نکن و کمک نکن، ولی ما میریم مستقیم به آدم کمک خود میکنیم. متوجه هستین؟ کار انسانی خود انجام میدیم. ولی ای آقا آمده در تلویزیون برنامه که الان نخواستن که من با مادر آسی نزدیکی کنم. ببینین، دروغ، ریا، حرامزادگی، جیب مردم خالی کردن، یا در برنامه من که من گپایی بسیار صنف اول میزنه، اینا همش به خاطر ازید که این مردم فریب بدن، دزدی کنن، جیب مردم خالی کنن، پیسه بسازن، زندگی خوب داشته باشن. یک دلار هم اینا به زن افغانستان اهمیت ندارن، ارزش قائل نیستن، کمک هم نمی کنن. فقط جامعه جهانی هم اینو میاره میبود به این طرف به اون طرف، یک کاغذ برشان میداد که شما سفیر سال هستین، بیاین که مدام این لاس ویگاس نشان بدم که چند دفعه از من تقاضا شده سفیر سال. یک سازمان هست که اینو میاره استفاده میکنه که نشان بده جامعه شنه که این آدم بسیار چی کرده، در کجا صلح کرده، بین دو کشور صلح کرده، ما چی صلح کرده، کلش گیم فریب بازی. اینا رو ببر در کته آرمی امریکا در ای استی دویس ولایت افغانستان که یک دو کنسرت بتن. ولی در حالی که خانم آریانا سعید و فراد دریا از میمون خانی شارنه به خود وزیر اکبر خان تا خیرخانه رفتن نمیتونستن، چی ازا که بره در خیمه یک کوچی سر بزنه، چی که بره در ولایت پکتیا یک چند نفر دیدن کنه شخصی، یا چی که بره در شمال افغانستان ولایت دیگه افغانستان. کل از اینا دروغ، حرامزادگی. شما ببینین بعضی چیزها به ذات انسان برمیگرده. جناب استاد چیوای عزیز، ببینین من در برنامه گذشته یک صحبت کردم راجع به بعض مسائل تاریخی. من یک اشتباه وجه کردم، فقیرخان گفتم، محمد فقیرخان، در حالی که نبوده. پدر کلان مادری فراد دریا عبدالغنی خان گردیزی نام داره، خوب بیاد داشته باشین، عبدالغنی خان گردیزی که در زمان حکومت نادرخان رئیس زندان به اصطلاح بوده، که چه رقم زندانها را به اصطلاح تل داغ میکرد و برویشان پاش میداد با جارو، و کسی را که به قتل رسان و هنگشتایش بورید و دستایش بورید همی عبدالخالق هزاره بود. این جنایت کی کرده؟ پدرکلان مادری فرهادجان دریا. پدر از مادری هم وقتی که نادرخان عبدالعزیز خان لندنی را زهر میته و بعد از او عبدالرشید خان برادرش مسئول اسپینزر میشه در قندوز، او را هم به بهانه هایی میگیرن که این پدر کلان پدری از ای آقای ناشر کارمند بوده
و همین مسئولیت اگر تو تمام اونم کردیت هایی را که شما ببینید که عبدالغنی خان عبدالعزیز خان لندنی همی حمیدی و حمیدزاده و بعد برادرش عبدالرشید خان که سرمایه گذاری کرده بودن و با پیشنهاد شاه امان الله خان همه کردیت ها را حال مردم میگه که ناشرت کار کرد. نه، اینها نوکر بودن، پدر از این نوکر بوده، پدر کلان از این نوکر بوده، خود از این هم نوکری نمی افغانیزم بوده. اینها هیچ وقت خیر و برکت از اینها برای مردم، از هنر استفاده میکنن، از تاریخ استفاده میکنن، از سیاست استفاده میکنن، جیب مردم خالی میکنن، میاین در موقعی که مردم افغانستان به اینا نیاز داره که اینا با یک لباس عادی بیاین بگن ما شب روز یک لقمه نان میخورم، اینی کنسرت ها را اجرا میکنم که تمام عواید از این مستقیما بره به اینی سازمانه که واقعا و یک انجمن بسیار قوی صادق و آنست بوده باشه، نه این ملاهای مسجد و نه این کسایی که در تلویزیون ها تجارت کردن. این کارا را نمیکنن. شما بیاین ببینین مثلا مبارزه مرزی خواننده ایرانی را که با مجاهدین خلق پیوند و تا امروزی روز زیبایی داشت، از گوگوش که شهرت زیاد داشت، فهم دانش موسیقی داشت، بهترین زیبایی و اندام و مقبولی و هنر موسیقی داشت، ولی به خاطر مردمش بعد از اینکه خمینی آمد رفت در کنار یک انجمن ساخت. با پوزش بین صحبت‌هایتان آمده مینیمی زن را در اروپا به صفت نماینده زنای افغانستان از آرینوسایی دعوت کردن، ایشان رفت اونجا سخنرانی داشت. اما وقتی کنسرت میگیره به جای از اینکه رنج و دردی که در جامعه افغانستان بالای زنا حاکم است او را تبارز بوده، این آدم یک تیم سکسی را میاره، ترویج فرهنگ سکس را از طریق تریبیونی که در دسترس داره انجام میده. چرا صدای بانوهای افغانستان را نمیخواهد تبارز بوده؟ چرا آخرین دریچه یا روزنه امیدی که برای قشر اوناس انستیتوت تیبی بود او را هم طالب بسته کرد؟ صدای از او را نمیکشم. اینا غیر مستقیم مثل همین خانم آریانا سعید، مثل فرهاد دریا، مثل نظیره کریمی و و و و اینها غیر مستقیم از انجمنها یا استخبارات اینمی افغان ملتی و طالب حمایت میشن، وظایف برشان داده میشه، تا خود از اینا بعض وقت نمیفهمه. شما ببینید خانم نظیره کریمی را، یک دلقک نام ژورنالیسم بد کرد، نام گزارشگر بد کرده، فقط رقص ماج بتی. یعنی ببینین اینا وظیفه دارن که یک طبقه بی سواده، یک طبقه نادانه به دور خود جمع کنن و اینا نمایندگی از افغانستان کنه که مردم، مبارزات مردم افغانستان همیشه نیست نابود شه و حزبین بره. این یک گیم بسیار بزرگ است، از اینا استفاده ها میشه و او خاطر این خانم نه مبارزه میکنه برای زن افغانستانی، مبارزه برای جیب خود، برای پول خود. در یکی از صحبت‌های خودش هست که میگه من یک کنسرت در آمبورگ میتونم، باز 10% از این به افغان‌ها کمک میکنم، برای افغانستانی‌ها، خانم‌های افغانستانی. 10% از او چند میشه؟ 90% خودت میگیری. 10% ببینین اینها کلش فقط این گیم بازی میکنن، فریب میدن، ریا میکنن، مردم ما رو نادان فکر کردن، جامعه را تسلیم یک عده نادان ها واقعا کرده. همین کسایی که در کنسرت های ازیا اشتراک میکنن، در برنامه های ازیا میرن، یک عده یک مشت آدم های بی سواد مادی پرست که اصلا از معنویت چیزی نمیفهمن، از تاریخ بومی افغانستان چیزی نمیفهمن، از گذشته افغانستان چیزی نمیفهمن، از تاریخ افغانستان چیزی نمیفهمن. یعنی به خاطر عیش نوش شراب خوری و عیاشی خود برن عروسی، برن در عروسی، برن در شوشش، برن در تمام مسائل برن، ولی همین تجارت بند کنن سر نام افغانستان. ما همین خواهش ما از اینا. سپاس قادری سی به شما برمیگردیم. استاد شیوای بزرگوار، فراد جویچاپ به نام هنرمند و یک چهره گویا تاثیرگذار وقتی یک اتفاق طبیعی در ولایت هرات افتید، به اثر زلزله یک تعداد وطندارای ما شهید شد، مردم اعتماد کردن به یک مقدار پول کمک کردن، یک چیزی ساخت واقعا خجالت آور است. حال بازم وقتی کنسرت میگیره به جای از اینکه صدای مردم شوه، از رنج و درد جامعه افغانستان پیام رسانی بکنه و دنیا را به خبر برسانه، خبر بسازه، این آدم یک نوع مستی را برای ما اندازه که وطندارای ما ناخودآگاه در کنسرت های ازی به چنان پایکوبی میپردازن که دنیا
وقتی خوشی مردم ما را میبینه احساس میکنه که طالب همه کار است، همه مردم افغانستان از بودن طالب راضی است دیگه، وقتی در کنسرت های از اینا این گونه پایکوبی وجود داره. نظرتون در این مورد چی است؟ فروتن گرامی، هرچند ما با فرهنگ حرف زدن دریا کلن بلد هستم که او امو حرفای بیشتر با واژه ها بازی میکنه و حرفای قلمبه و سلمبه را کنار هم چیده به عناوین مختلف ارائه میکنه. یکی از امو بخش های صحبتش همی بوده که گویا ما یک آدم مثبتگرا هستم، یک آدمی هستم برای همین لحظه زندگی میکنم و ما مردم بیشتر به طرف شاد بودن و شاد زیستن میکشانم، دعوت میکنم و آهنگای ما هم پیام آوی از شاد بودن مردم داره که امو آهنگ در ملکک ما قرار قراری باشه و چی را مثال میتن. خب این فلوتبازی های دریا گپ تازه نیست. ما متاسفانه به شکل همی کمک هایی را که مردم برش دادرسش فرستاد و او هم یک چند تنور سرچپه را جور کرد برای مهاجرین ما، برای آسیب زدگان زلزله ایراد، ما شاهد ده ها اختلاس دیگه از این بودیم در درون اجتماع. طور مثال یک برنامه را ایجاد کرده بود به نام کوچه. در برنامه کوچه ای آدم از ده ها نهاد خارجی کمک گرفت، ولی برای امو اطفال برنامه کوچه که در هر هفتوار برای زنها جایزه میداد و بخشش میداد چی داد؟ برای هر کدامشان یک بوتل آب کریستال داده بود، آب مدنی کریستال که او را هم شرکت کریستال کمک کرده بود، یک دو دانه بولانی بود و یک بازیچه های بسیار بی ارزش و چی، یعنی برای یک نفر از اینا یک هارمونیا کمک کرد که او آدم هم هارمونیا رو چی کنه. او کودک، او برنامه کوچه، برنامه که مردم های بسیار آسیب دیده و سرزمین کودک ها شامل او برنامه بود، او با بچه که اصلا خانه نداره زیر خیمه زندگی میکنه، هارمونیه تو را او در سر خود بزنه چی کنه. به هر حال این کارهای از این نو نشده. ما میبینیم که در دوره های گذشته همون رقم که چند پیش مادر آسی شهید از بمهری های دریا یاد کرد و گفت که حتی برش دعوتنامه از شفایی داد که یک بار حداقل بیا یک ببینم از تو بوی بچه می آید، بوی آسی شهید می آید. این آدم تا هنوز یک بار هم سر آدرس خانه از اونها نزده، با وجود از اینکه ده ها بار افغانستان رفت و آمد، ولی خودش از رفاقت خودش به یک گونه یاد میکنه، میگه رفاقت ما در یک رفاقت تاریخی تبدیل شده بود، رفاقت ما را نگذاشتن که پا بر جا بانه، رفاقت ما را نگذاشتن که اصلا ادامه بیافه به می شکل تا بعد از آسی. هم میگه آسی ای کاش با ما آشنا نمی شد و همی رفاقت شکل نمی گرفت تا نه شخصیت از او لطمه می دید نه شخصیت ما. در حالی که دستور رفاقت چیست؟ اگر من از آسی، از دریا پرسان کنم که دستور رفاقت چیست؟ حکم رفاقت چیست؟ اصلا حکم رفاقت پاسداری، پاسداشت و ارزش های رفاقت، معیارهای رفاقت در نظر گرفتن. خانم آسی میای از تو شکایت میکنه که دو مجموعه شعر آسی را برد که من چاپ میکنم، همونطور تا هنوز زنده و مرده مجموعه هم گم شد از فا
فرهاد دریا هم. موبین برادر آسی می آید از تو شکایت می کنه که دریا تمام داشته های آسی را به عنوان میراث پدر خود گرفته قید کرده و یک تا می کشه و می خانه. مادر آسی می آید از تو شکایت می کنه که وقتی که آسی زنده بود هر روز دریا سمارک برای سوز کرده بود در سر تخت بام خانه ما و اینجا میشیش با آسی کارهای مشترک میکردن. ولی امروز سالها شده بعد از مرگ آسی ما دیگر ندیدیمش، حتی دعوتنامه شفاهی میده که تو یک بار بیاد خانه ما که از تو بوی بچه شهید من میاید. اصلا اصول رفاقت چی است؟ دکتر سمیع آمد برای شخص خودم که علی حیدر وحید وارسته برادرش هم شاهد صحنه است، هر جای هستن سلام و درود من نثار جان بود، گفت ما گفت در یک جای بودیم در کشوری که گفت خانم آسی با طفلکش مستی 7 ساله بود وقت گفت در کشتی بسیار فاصله را طی کرده آمدن، مثل که از دریای آمو تو در کشتی سوار شوی و بری در آخرین نقطه اروپا پایان شوی، چندین گفته ساعتهای بستر اینا در کشتی منزل زده بودن تا ای که برای اولین بار بود که نزدیک در نزد دریا برسن دریا را ببینن. بعد از شهادت آسی وقتی گفت که آمد پیش ما، گفت ما و دریا یک جای بودیم که خانم آسی با دخترکش آمد، گفت دریا ایتو یک برخورد کرد همراه از اینا، گفت به خدا ما شر میدم. سمی آمد گفت یک برخورد تشریفاتی خوب استین، جانتان جور است، بخیر استین، بسیار خوش شدم که شما را دیدم، زنده باشین، سلامت باشین. یک برخورد قلمبه و سلمبه تشریفاتی همین قدر گفت و آمد خاموش شد. یک بار وحید وارسته مرا گفت که شیوا صاحب، گفت دکتر آمد از خود یاد نمیکنه که خودش باز چی کرده. آمد خاموش بود، من گفتم چی کرده؟ گفت خودش گفت امو لحظه دختر آسی را گفت در آغوش خود گرفته، اقا بلند بلند گریه کرده که این راهگذرهای خارجی استاد شدن که این مرد چی مشکل داره که قدر با صدای بلند گریه میکنه، و تمام همین جیبای خود یک سره خالی کرده برای دختر آسی داده که را برای یک بازیچه بخر. اما دریا مرد یک سنت هم نشده که بکشه برای دختر آسی بده که توی نمی $1 برای خود یا 1 یورو را برای خود یک بسکیت بخر. اصول رفاقت چی است؟ امی اصلا شرایط رفاقت چی است؟ معنی رفاقت چی است؟ تو بدبخت از کدام رفاقت حرف میزنی؟ از امر رفاقت گفته آسی که گفت اینه خدا شاهد است که هر انسان امروز تر از صبح خوش میشه. وقتی که آسی را برای اولین بار مده انجمن نویسندگان بلخ دیدم، در یک وضعیتی بود که در پنجره سر خودم تو تکا مانده بود، دستش در روی چشمش بود. وقتی که سلام دادم معرفی کردم خدا برش، گفتم خیلی خوش شدم آسی صاحب که شما را دیدم. گفت من هم خیلی خوش شدم شیوای عزیز که ما و خودت معرفی شدیم، اما بدبختانه در زمان معرفی شدیم که معرفت ما و شما گفت باعث همین معرفت ما و شما شهادت اینمه قدر مردم کابل شده که ما آمدیم در اینجا و با همگی شما بلخی های عزیز معرفی شدیم. و وقتی که بعض دریا آمد با والا بلا قسم که قاراسی گفت قاتل احساس ما فرهاد دریاست، اگر نگفته باشه به خدا به قرآن به آنچه که ایمان داریم، گفت قاتل احساس ما فرهاد دریاست. شبازیرت جنه در بی بی سی کار میکنه، شبازیرت شاید سنست، شبازیرت پرسان کرد گفت چطور آسی سب؟ گفت به خاطر که من یک قلندر پسر کوهستان زاده هستم، فرهاد دریا یک بچه اشرافی زاده مدمق و متکبر نکتایی دار. تو از کدام رفاقت حرف میزنی با آسی؟
کدام رفاقت؟ اصلا چه اصول رفاقت تو بجا کردی که میگه رفاقت مرا اسودای وقت نگذاشتن که استوار باقی بانه پس از مرگ آسی هم او را رفاقت ما را اینا زیر سوال بردن و ای کاشی رفاقت شکل نمی گرفت. اگر رفاقت شکل نمی گرفت باور داشته باش که تو به مو حدی که در دانشگاه کابل بودی به اونمو حد بودی، از امو علمگنج و از اونمو پارچه های گفته مردم سبزی نرنگ تو بالاتر نمی رفتی. هم آسی اصلا یک تحول کلی را یک انقلاب بزرگ از انقلاب اکتوبر که در بزرگتر انقلاب در زندگی تو ایجاد کرد و تو تمام داشته های آسی را به عنوان میراث پدرت خوانده رفتی و حتی حاضر نشدی که در گور آسی حداقل $100 مصرف کنی. زمانی که من در قول آبچکان رفتم سر قبر آسی برای بار اول، باور کنین که من در بیکسی های گور آسی خیلی گریستم. همون روز یعنی به حد که ایچ اصلا همو عشق خود کنترل نمیتونستم. وقتی که من از قبر آسی رفتم در شهر کابل در منطقه سنگتراشی در دفتر شریف سایل، شریف سایل سلام میگم اگه هر جایی که از صدای من میشنوه، وقتی که شیشتیم شریف سایل مرا گفت که شیواس بسیار وضعیت براشفته است، جگرخون هستی. چرا؟ من شریف سایل گفتم من همین لحظه از گور آسی آمدیم و وضعیت گور آسی را برش تشریح دادم که من در درون یک قبرستانی که 500 قبر شاید زیاد نبود، ما 2 ساعت گور آسی را پالیدیم نیافتیم. هر گوری را که می دیدم که یک کم مفشن است می رفتم امون طرف که اونمو گور آسی است، می دیدم از کس دیگه است. ولی گور آسی را با یک پنجره خالص با یک سنگ نوشته روی قبرش بسیار مظلومانه و بسیار فقیرانه پیدا کردم. اما بعد از شنیدن حرفای من شریف سایل گفت که خب در اینجا آسی هم ملامت است. من گفتم چرا؟ گفت به خاطری که تمام داشته های خود برای یک نفر تسلیم کرد و اون نفر هم نامرد برآمد. اما موقعی است که کنسرت روزهای همدلی فرهاد دریا یک ماه پیش در کابل به صورت گرفته و در کنسرت روزهای همدلی به حد مردم آمده که دروازه های استادیوم کابل شکسته. سلام جاوید یادش بخیر همونجا شیشته بود، سلام جاوید گفت شیواس های بو گپ چی را اوسو بان که سر قبر آسی را مصرف نکدنش، گفت در اینجا در کنسرت روزای همدلی در حق ما چی کار کرد؟ گفت ما از او تو کوچی خانه نبود که در کوچی خرابات وسایل نگیریم کرا نکنیم، بلندگو و چینل کرا نکنیم و ساوند سیستم استادیوم کابل کاملا ما عیار ساختیم. کنسرت فرهاد دریا تمام شد، پیسا را گرفت فرار کرد، پیسای کنسرت گرفت گریخت، گفت به خدا به قرآن گفت دست اینمه قدر مردم در یخن ما ماند، همگی مردم گفت آمده که کرایه وسایل ما را بده. گفت ما یک تعداد اینا را تا حدی که تانستیم خود تاوان دادیم، گفت باقی از اینا را خدا و راستی که عذر کردیم که او برادر فرهاد دریا خود گریخت بسته پا پیسه کنسرت برد، یعنی تاوان از این. فکر کنین اصلا از کدام اصل های گب میزنه، از کدام رفاقت ها گب میزنه. تو فکر کنین دوستای عزیز اینقدر یک آدم حریص است، در کنسرت تاجکستان بردن فرهاد دریا را، در کنسرت تاجکستان انانسر صدا میکنه که کف بزنین که دریای بزرگ میآید روی صحنه روی استیج، تمام همه تالار یک سر کف زده رئیس زن و مرد که دریا روی استیج میآید، دریا در پشت استیج اسپانسر میگه اول پول مرا در اکاونتم بریز بعد از اون از سر استیج میگویم. اسپانسر میگه بلیاز خدا دریا صاحب پیسه از غرفه تکت جمع نشده تا هنوز، میگه من غرفه تکت کار ندارم،
اینا مکه پولی را که کده ما گاب زدی اگر در اکاونت من نریزی ما سر استیج نمیبرایم از جیب خود اونم آدم اینا مکه پول در اکاونت دریا میریزه بعد از یکان 20 دقیقه نیم ساعت کف زدن مردم بعد از او دریا سر استیج میبرایم میگم من زامن از این نیستم در کنسرت تو یک دفعه یک جنگ میشه یک برام میخوره برنامه کنسرت دیگه و دیگه پول ما در اینجا بسازم من او را کار ندارم پول مرا در اکانتم بریز بعد از اون مسار استیج میبرایم این همگی همگی با یک مورد نیست ده مورد نیست با خدا دوستای عزیز من زیاد حرفم زدم ببینین یک رفیق شاعر ما به نام آصف رحمانی در مشهد زندگی میکنه سال هاست در جمع مهاجر شاعرهای ماستن اونمو آدم در مقدمه کتاب هر بار که از دهکده میگذرم نوشته میکنه میگه فرهاد دریا میگه وقتی که قاراسی با خانمش و با دخترکش که در هنوز دخترکش چند ماه بود آمد ایران میگه مهمان سفره خالی و تهی ما بود چند شب روز در اینم اینجا میگه یک شب میگه مرا گفت که فردا صبح ما خودت میریم ما برای یک دوستم زنگ میکشم خارج گپ میزنیم گفت خارج از ایران رفتیم میگه آسی همه قدر مست و الست بود که ما شوخی میکرد دم را بزلگویی میکرد مستی میکرد تا پیش پی سی او رسیدیم در پی سی او میگه در غرفه چار آسی را خواستم وقتی آسی رفت میگه از غرفه چار صحبت خود کرد برآمد میگه این قدر یک آدم خاموش و یک آدم ساکت بود میگه یادم که این قبر آشفته بود میگه که همه چندین صد متر شاید قدم زدیم میگم من جرات نکردم که از این بپرسم که علت برآشفتگی چی است آسی میگه یک بار خودش میگه لب به سخن باز کرد میگه مرا گفت که رحمانی چقدر تلخ است که در کنار دریا از تشنگی آدم هلاک شوه میگه من گفتم که دریا هدفت از فرهاد دریاست گفت بله فرهاد دریا گفتم چه غب شد در بین شما گفت من از فرهاد دریا $500 پول خواستم که در اینجا در خانه من کرایه میتم پیشکی ادوانس میتم برای من $500 روان کو میگه من را گفت که من تازه یک دستگاه خریدیم که آهنگای من در اونجا نگهداری میکنم من نمیتونم کمک کدم رحمانی میگه من برش گفتم که خیلی آسی صد وقت میدادی برش میگه گفت که وقت هم دادم گفتم تا 10 روز منتظرت میباشم میگه خلاف انتظار من گفت که آسی صاحب از نایی پول مزرعت میخواییم میگه چقدر دردآور است که برای دریا برای یک آدم برای درد در مدت 10 روز پیدا کردن $500 مشکل باشه که مشکل آسی را حل کنه ولی قاراسی در کابل در سر کو زندگی میکنه چنگک آب میگیره سر شاله خود آب از پایین تا بالا میبره داشته های خود از شعر خود برای از این نامرد میته و این مال پدر خود میراث پدر خود داره میخوانه اما نمیتونه که در یک اولی در امواری پایان کابل برش کرایه بگیره نمیتونه که در $500 در ایران برش کمک کنه اونمو است میگه یک بار میگه آسی میگه طرف ما میگه دید میگه مرا گفت که رحمانی خانه که رفتیم قصه را در خانم در خانه قصه نکنی گفت چون قلب خانمم این صدمه را وارد نمیتونه تحمل کنه به خاطر که او تازه عروس بود من شبها او را تنها در خانه مانده با فرهاد دریا گم بودم در اتاقا آهنگ میساختیم یک آدم تازه عروس خود اعلام میکنه میره شبها با تو آهنگ میسازه و تو نامرد نه قبرش میسازی نه $500 برش روان میکنی همونجا همون شب رحمانی تصمیم میگیره میگه فردا ما باید رونده کابل شدیم رحمانی به آسی رحمانی میگه من میگه بسیار باید شدم که نرو وضعیت کابل خوب نیست میگه گفت که نه میگه گپ تلخ آسی جادم نمیره که در پیش همه اتومبیلی که میگه یادم سوار شد میگه مرا گفت که رحمانی تقدیر چون این رفته که خون ما در کنار مردم مظلوم کابل بریزه و از ایران می آید 11 روز بعدش آسی راکت می خوره
ای از کدام رفاقت حرف میزنه؟ سپاس بانو استاد شیوای بزرگوار. بانو عزیز انواری از شما مشنویم، بعد از آقای بختیار. آقای بختیار هم درود مفرستم. مایکتون باز کنید. ما به جواب و ادامه تایید صحبتهای استاد شیوا میخواییم بگویم که ما خب همونطور که بر رسانه کار میکردم اطلاع دارم از این آقا و بعد دکتر سمی آمد او زمان که من در طلو کار میکردم اونا مشاور بودن در تلویزیون طلو و اکثری هنرمندای تازه کار و سابقه دار که به شهرت رسیدن از جمله فراد دریا از شیرا و کمپوزهای دکتر سمی حامد بود، مثل امو بده یک ای وطن می سازم ادون تو، مثلا چند آهنگایی که فراد دریا را به شهرت کشید از شیرای سمی حامد بود و متاسفانه از ما خب در ایلانا کار میکرد همی فراد دریا با وقتی که ما ای را میخواستیم در ایلان و خب ایلانا معمولا مثل سیمکارت روشن و یا ایلانای بانکی را که با تصویر فراد دریا جور میکردیم خب طبعا در فضاهای باز بود و ای که می آمد با یک بادیگاردک خود و از امو اتاق میکپ هیچ بیرون نمی رفت، در حالی که بیرون مردم می تپیدن که ما می خواهیم با فراد دریا عکس بگیریم و ما وقتی که تقاضا می کردیم که اینا خوش داره با شما عکس بگیره باور کنید خودش کسان جواب نمی داد، باز امو به حساب بادیگاردکش می گفت که اینا خوش نداره که بیرو بارک برن و مچم همینجا جایش راحت است، عکس نمی گرفتن و اونمو صحنه خود کمی می گرفت دونم موتر خود می شیشت می رفت، هیچ مردم نمی دید در حال که مردم می گفت شفته ازی بود با این عکس بگیرن و وقتی که ما می گفتیم فرا و در تلویزیون ها که ما در مصاحبه دعوت می کردیم که بیاین مصاحبه کنید، باور کنن استاد شیوا سوالا را خودش طرح میکرد روان میکرد، میگفت اینمی سوالا اگر از من میشم میایم اگر نمیشه نمیایم، که سوالا را میدیدیم که کلش فقط تعریف عظیم و کردیتی را بالا بردن و چون تلویزیون ها بیچارا نیاز داشتن به خاطر امو بیننده خود اونمو را قبول میکردن و اونمو سوالایی را که خود فراد دریا میگفت از اون میشد و اونمو را جواب میداد، بسیار همون تو با مغروری میرفت، باز ما میگفتیم این بسیار مغرور است، باز یک همسنفیش همکار ما بود او میگفت میگفتی در مدرسه ابی بیا اینمه تو دیگه دور از دان ما باشم، میگفت بسیار یک لچک بدماشک، میگفت تو وقتی در مکتب میگفت میامد یک بادیگارد در این طرف خود ادمو هم سنفی های خود بیچاره را میگه یکی در این طرف شانش یکی در این طرف شانش، باز اونمو میامد اگر کسی یک ذره چی میگفت اون لط و کوب بود، میگفت هیچ کس در اون جهازی خوشش نمیامد و اونمو تو خیانت در گروه به نام باران بود چی بود یه گروه موسیقی که داشت، میگه اونا در کمک اونا یک ذره مطرح شورت که کشید خیلی با بیرحمی تمام امتیاز به خود گرفت و از اونا خود جدا کرد. خب این مثلا از سابقه گذشتهش، اما اینا پس آن که دیدن که به حساب ما پایش لبی گور رسیده یک ذره خواست که خود به مردم نزدیک کنه، او را بازم کردیتش به جیب خود کرد به نام سفیر صلح و به نام نمیفهمم اینا، باز از جمله ای آریانا سعید که اینا خودشان از سفیر صلح ساخته بودن که البته در این جنایت خانه سازی عراد پای آریانا سعید هم بود، در دو اینا شریک بودن این کار کردن، اینا به نام سفیر صلح باز تخنیک اینا چی بود که اینا یک بنیاد می ساختن به خود، بنیاد سفیر صلح فراد دریا، بنیاد سفیر صلح آریانا سعید، بازی بنیاد چی بود؟ کمک جمع میکرد
از سرمایه دارا، از تاجرا به نام خود که مثلا ما سفیر صلح هستیم و در این را مصرف میکنیم، که باز بسیار پیسه در اکاونت امی فراد دریا در کابل بانک جمع شده بود، که باز ما او اخو قدر در جریان نبودم که اونمو پیسه ما چون چی شده بود که زیر سوال رفته بود. بازی دم تلویزیون ظاهر شد، گفت که ما چون این شمارای همون کمکایی را که کدیم، یک چند تا نمبر تلفن نشان داد که به اینا زنگ بزنین. خب خلاصه هم وقت اوقدر کس چونی بسیار دکش بود، کس زورش نرسید به ای که مثلا اونمو را که تو به عنوان سفیر صلح یک بنیاد خیریه جور کردی، پیسای از این چی شد؟ از جمله خود اینمی آریانا سعید. اینا کدام خدمت برای هنر یا برای مردم یا دلسوزی که باشن نبودن، فقط سوء استفاده به نام هنر، به نام موسیقی از مردم استفاده کردن. گفتم چرا یک دفعه اینا صدای مظلوم مردم افغانستان نشدن؟ حداقل بگن ما از این گروه ظالم حمایت نمیکنه و مخالف از این هستیم. یک کلیپ میماندن، فقط نظارگر، تماشاگر و در خفا اونمو معاملگری، هر کس دلار بیشتر بتبر از اینا. و یک موضوع دیگر رو براتون بگویم که باز یک لایف دیگر بگیرین جناب فروتن، ما درباره جنایت هایی که از طریق موسیقی در افغانستان شده باز ما براتون بگویم که اکثر کسایی که مثلا در دوران نجیب اینا در عرصه موسیقی بودن و اینا از طرف باور کنن که مثلا اینمی قماندان ها اینا چون مورد سپاس بانو از زبا پوزش که امشب یک ساعت وعده کردیم برای دوستا تا به هنوز نوبت با آقای بختیار نرسید. آقای حامد قادری چند بار انگشت خود را بلند کرد. نه من گفتنی دیگه ندارم، فقط گفتم یک لایف بگیرن باز دمی باره صحبت میکنیم. قادری سی بزرگوار حرفایتان را جنبندی بکنین، آیستا آیستا با پایین برنامه نزدیک هستیم. تشکر. بله قرار وعده برنامه قرار بود یک ساعت باشه. ببینین چند نقطه را بسیار خلاص خدمت شما به عرض برسانم که مبارزه زمانگیر است، مبارزه وقت کار داره و در تمام عرصه ها. امروز دشمن 100 سال است که مبارزه کردن برای نابودی زبان فارسی، برای افغانیزم و برای زبانشان. اینا سرمایه گذاری کردن، تاجرانشان پول گذاشته، مردمانشان پول گذاشته، اونا به اندازه سیاسی شدن، ولی مردمای ما هنوز، مردم غیر پشتون هنوز سیاسی نشدن، همیشه احساساتی هستن، هنوز اونقدر بافتای سیاستشان قوی نشده که بفهمه درک کنه که مثلا امی خانمی که امی آهنگ امی خانه یا امی فراد دریا یا دلخکای دیگه ازی ای از کجا شده، زیربنای ازی فاوندیشن ازی ای از کجا تمویل شده، ای از کجا پول ازی. شما ببینین که آقای دریا را صحبت های شکردن، من خودم شاهد هستم، 3 تا برنامه بر آقای دریا گرفتیم، بر ما بسی واضح منظم است. باز در یک برنامه که وقت لازم بود من خصوصیات از این آدم در قسمت پول دوستی و نامردی و ناجوانمردی ازی ما به اصطلاح عزیزان بگویم، ولی حال چون برنامه کوتاه است خلاصه حرف را میزنم که عزیزانی که در این دلقکا برنامه‌اش اشتراک میکنن از نظر سیاسی، اینها خائن‌ترین، منفورترین، جانیترین کسایی هستن و جنایت میکنن برای مردم بومی و اصیل سرزمین افغانستان، جنایت میکنن برای زنان افغانستان، جنایت میکنن بر اطفال افغانستان که در این کنسرت ها میرن. اونهایی که در این کنسرت های از اینا امین نوا نرمنده ها اشتراک میکنن، از نظر شخص بنده یک جز یک روسپی چیزی بیشتر نیست در شرایط کنونی سیاسی افغانستان. عروسیشان، محفلشان بارها و بارها گفتیم حقشان از مسلم از میتونن کنن، ولی ما مردم هستیم که مشکل سیاسی داریم و ما باید همه چیز سیاسی فکر کنیم. به اول لحاظ یعنی کسانی که اینا رو حمایت میکنن، شما ببینین جناب آقای بختیار امروز یک نفر یک آهنگ پشتو میخونه، او روز احمد طاهر خواننده دیگری که هست در ورجینیا زندگی میکنه،
یک میگه که آقای قادری وقتی که یک خواندن پشتو شما دیدین امی منگل او روز خوانده نغمه خوانده بود او را زبانش چی میشه میگه چمن چمن غل داره او را در قسم آمده در موچی که وز گل بگویه امو طرز تفکرش میگه چمن چمن غل داره بر چی کابل خوانده بی سر بی لای بی مفهوم یک آهنگ تکراری چپنکی در جان از این مردم میزنه اینه میره ببینه که 100,000 لایک میگیره بیننده داره و یک آهنگ پشتو 100,000 80,000 200,000 بیننده داره ولی یک نفر اگر میاد یک آهنگ مقبول زیبای خراسانی را میخونه ببینه که از 5,000 بالا نمیره با اون خاطر این دلقکان فروخته شده ها هستن به خاطر پول به خاطر لایک گرفتن به خاطر از این که نمایش بتن و شهرت طلبی کنن این با هزاران حاکمیت میگم و با اون چیزی که هر کس عقیده داره برشان میگم که اینمی اشخاص یک سر سوزن هم دلسوزی برای مردم و ملت افغانستان نداره این باید باورمند باشن اینا برای شهرت برای دلار برای از این که در مجالس برن نمایش کنن و پول بگیرن و پیسه بسازن و بازارها تای از اینا این ثابت شده اثبات شده پس گناه کی است؟ جامعه ما را خلاصه حرفم جامعه ما را دست به دست مثل گوینده های مثل خانم نظیره کریمی و آریانا سعید و فراد دریا از طرف استخبارات های مختلف اینا غیر مستقیم حمایت میشن و تمام اختیارات این مملکت ها نمایندگیش به دست یک عده مردم های بسیار نادان یک عده انسان های بی سواد یک عده انسان های مادی پرست و شهرت طلب دادن و یک عده میرن از اینا حمایت میکنن که اردو حال که ایشان بعد از سالها میاید چمن چمن گل داره بالاخره بچه چپکاکل داره کجا وطندارای لوگریش دغم از مردم افغانستان از بچه بازی و گندگیشان اینجا باز میبینیم وطندار قشر اوناس اوغان مانم میای از چپکاکل بچه حرف میزنه مثل یک هنرمندی کشورهای دیگی که واقعا به نمایندگی از مردمش فرهنگشان کلتورشان عناناتشان را ترویج میکنه و صدای رسای از او است این زن برعکسش پس چی یاد بگیره وطندارای اوغانمان یا پشتونمان که هنرمندشان هم میاد بالاخره هنرش هم اینی رقم مبرایه بله بله من گفتم که جامعه را قسم ساختن جامعه افغانستانی را قسم نمایش میتن غربی ها برای نمایش خود در یک رادیو میخواهیشن هندوستان به یک شکل دیگه میخواهد دعوت میکنه در حال که نمیگه که تو کدام مکتب موسیقی را خوندی کدام دانشگاه موسیقی را خوندی های تو کلاسیک میفهمی های تو غزل میفهمی آیا تو چند تا ضربه یاد داری تو تحصیل کردی او را صرف به خاطر که نمایش کنن یک پولسازی کنن او را به هندوستان خواستن خواندن که به یک خواندن افغانی را کو به زبان فارسی به این شکل نمی نمایندگی مردم افغانستان به دست یک قشر بسیار بی‌سواد داره رقمی که آقای کرزی و غنی کرد شما در دستگاه از اینا میبینین که 50-60% آدمای بی‌سواد وزارت معارف به دست بی‌سوادا بود که ما عدالت برپا میکنیم عالم در اینجا هم که هست عین شکل است هیچ کدام تفاوت نداره خو یک قشر جوان است که در امریکا تولد شده اینا از فرهنگ از اون مملکت خبر ندارن از زبان خبر ندارن فقط او میخواد که به می زبان فارسی از ذره رقص و پخش کنه در این مجالس جای دیگه ندارن اشتراک میکنن یعنی میخوان جیب مردم را خالی کنن جناب بله 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 دیگه هیچ کدام کار دیگه اینا بانو عزیز انوری با پوزش حرفایتون را جمع بندی بکنین دو دقیقه واری مشنویم بعد خدافیزی میکنیم خب تشکر من فقط درباره از این که آریانا سعید و دیگر هنرمندای دوستا میرن بدون این که هموطن خودش یک $50 کمک کنن ولی اونجا 300 تا $500 تیکت میتن جالب است که آریانا سعید در سیدنی آمده بود در استرالیا کنسرت داشت و سالون جای نبود و وقتی که من کنجکاو شدم از اینا پرسان کردم که یعنی چی جذابیت داره همی آهنگایی را کی خواند بسیار بهتر با کیفیت بهترش در یوتیوب است و اکثر اینا خنده میکردن باور کنین یکشان میگفت که ما به خاطر بادی از این رفتیم
کمی بادی شد. میگفت تو خود جرایی است. میگفت فرق نمیکنه. و یک تعداد میگفت که بسیار مست است. همون تو به مستیش خوش ما میایه. چی میکنی که چی میخوانه چی نمیخوانه. و یک تعداد میگفت ما هیچ سرگرمی نداریم در کشورهای اروپایی یا استرالیا یا هر جای که به زبان هموطن خود ما باشه. اینمی که در صحنه حاضر میشه چند تا هموطن دوری هم جمع میکنه ما خوش هستیم. اما کلگیشان غافل از این که ای اونم از او کردید استفاده میکنه. میگه بیبی ما چقدر طرفدار دارم، هر جایی که میرم مکنسد میمانم سالونا پر میشه. و به نام سفیر صلح، به نام نماینده زنان، اونه ببینن که در کجا را پیدا کرده. او لباس های گران قیمت که میخره از پول تو مردم بیچاره ای است که تو فکر میکنی که ولی یک دقصات منجا تیر میشه. یکی میگه مست است آریان سعید، یکی یک چیز، ولی اونمو پیسر تو به یک رای دیگه مصرف کن. تو یک آدم دغلبازی که از نام حمایت از زنا از هر چیز سوء استفاده میکنه، در حالی که به منافع شخصی خود خوبی در موسیطاره افغان داور بود. ما این از نزدیک میدیدیم اقدر زن ستیز است. یعنی تنها که میشد قصهش غیبت از زنای هنرمند بود که اونو قوارش چه رقم است، اونو صدایش چه رقم است، اونو سرلای نداره. فقط کوبیدن زنا، ای که تنها باشد کوبیدن زناست، حمایت از زنا نمیکنه. شما در میدیا دیدین ویدیوشان که حتی هنرمندار ای و شوهرش تهدید کرد که ما عکسای برهنه شما را در میدیا پخش میکنیم. تا این حد. تشکر از شما جناب فروتن صاحب. تشکر. حرف آخر ما او روز یک کس نوشته کرده بود، یک ویدیو کلیپ از این انداخته بود که ملکه فارسی زبان ها. ببینین چقدر بر زبان و ادبیات ما چقدر توکین است. شما 100 تا ویدیوی از این دختر ببینین، اگر 5 کلمه را به شکل گراماتیک و درست و به زبان فارسی درست سخن گفته باشه، شما مرا قشقه بکشین. یک خواننده که به این سطح خود ادعا میکنه، او باید اول زبان خود بسیار خوب بفهمه، باید زبانهای محلی خود بسیار خوب بفهمه، مانند هنرپیشه های هندوستان. متوجه هستیم که هر کدامشان از ولایات دیگر هست و چندین زبان با چقدر. حتی لتا منگیشکر اردو زبان نبود، آنقدر سر خود زحمت کشیده بود که زبان هندی را پرفکت یاد بگیره با تمام تلفظ و کلماتش. این مردم ما یک دلقکا گفتم جمع شدن با اینمی دلقکا میخواین نمایندگی از ملت و مردم افغانستان کنن در این 30 سال. ما یک نقطه آخری را که میخوایم، چون همی کمیونیتی آوازخانای افغانستان چرا در مظلومیت قرار گرفتن در بیرون، اینا روش دیگه نکردن بعد از اینکه تغییرات سیاسی در افغانستان آمد. اینا میخواین که بین هم یک چیزهایی داشته باشن، یکی دیگر همو داستان هندو پیره در همو رقم گپاست که یکی دیگر حمایت میکنن، ولی کارشان اثرشان ایت معلوم نیست. تمام فکر میکنه که اگه یک لباس پیرانتنبان پوشیدی، یک گند اوغانی هم پوشیدی، دیگه به به تو دیگه از این مملکت شدی، این میشد فرهنگ تو، این میشد از این مملکت. تمام از اینا غیر سیاسی عمل میکنن، غیر انسانی عمل میکنن، غیر فرهنگی عمل میکنن، و صرف به خاطر از اینکه شهرت طلبی و جیب چطور خالی کنن و عقده دارن. عقده هستن باید یک جای حاضر باشن. جان سپاس جناب قادری سپ بانو از زنوری و در کل کسایی که تا این لحظه بیننده برنامه ما بودین. با پوزش دوستای زیادی شما درخواست روان کرده، نتونستم به خاطر بالا بیارم. منم میخواستم از بس دور شویم. هدف از همی برنامه روی نمی سه تجار پیشه ای که از آدرس هنر به هنروند تبدیل شدن، جیب مردم ما را خالی میکنن. خواستیم بیاییم در مورد امینا چند لحظه حرفایی داشته باشیم. سبز و کامگار باشیم بزرگوارم.